یونان درخواست جامعه مسلمان برای افتتاح عبادتگاه در تسالونیکی را رد کرد. بنیاد فرهنگ، آموزش و پرورش مسلمانان مقدونی تراکیه که در دومین شهر بزرگ یونان واقع شده پس از انجام اقدامات مقدماتی لازم مطابق با مقررات قانونی درخواست رسمی افتتاح یک عبادتگاه را ارائه داد. مجوزهای قبلی از مقامات محلی برای درخواست رسمی گرفته شده بود. روندی که دو سال به طول انجامید. پس از آن وزارت آموزش و دین یونان روند را در حال ای از ابهام گذاشت در حالی که این درخواست را به بهانه کمبود اسناد و جزئیات فنی رد کرد. بر اساس این گزارش اعضای بنیاد با انتقاد از این تصمیم گفتند که یونان میخواهد شرایطی را به وجود آورد که مسلمانان در تسالونیکی و مناطق اطراف آن اگر خواستار عبادت جمعی هستند باید در خیابان نماز بخوانند آنها گفتند یونان مساجد موجود را باز نمی کند. همچنین مکان دیگری را برای عبادت مسلمانان نمی سازد و درخواست های ما برای عبادت در بنیادمان نیز با بحانه های خارج از مقررات قانونی رد شده است. گفتنیست، است موضع ناخواسته این کشور نسبت به جمعیت مسلمان آن پدیده جدیدی نیست. تا همین اواخر آتن به عنوان تنها پایتخت اروپا بدون مسجد شناخته می شود. تا اینکه در نوامبر سال 2020 برای اولین بار از قرن 19 هم شاهد افتتاح یک مسجد رسمی بود. تنها مسجد رسمی در این کشور در منطقه مرزی شمالی با ترکیه هستند که بیش از 150 هزار مسلمان در آن زندگی می کنند.